با سلام، آرزو هستم از پادکده آرزو. امروز هم رسیدم خدمتتون با یک فنجان قهوه کلی، اما این دفعه بدون زمان. محدودیت خانم آقا نداره، محدودیت زمان نداره. هر زمانی که اراده کردیم ملاحظه بکنین، انشالله که اخبار خوبش براتون رخ بده و اخبار منفیش هرگز. پس لطفا نیت کلیتون رو انجام بدین تا با نام خدای مهربون فالمون رو شروع بکنیم. بفرمایین بسم الله. فنجان قهوه کلی بدون زمان به خواست شما دوستان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو فالمون شروع میکنیم. خب اول از اینجا شروع بکنیم. خب ببینیم، خانمی رو دارم میبینم، فرزندی که تو بغلت دارم برات میبینم، خانمی که خودت مال داری، خودت پول داری، یا خودت شاغل هست، یا به نوعی خودت هم هستیش، دست تو جیب خودت و کیسه پولی که بالای سرت دارم میبینم، یعنی خودت نیاز به شخصی نداری. فرزندی رو دارم جلوت میبینم، چشمایی درشتی داری، موهای تیره‌ای داری، آقایی که پشت سر شما دارم میبینم، کسی که پشت سر شما داره میاد و حواسش به شما هست. احساس ببینی قلبی که دارم بهش میام، آقایی که هیکل نسبتاً پر و درشتی داره، تقریبا میان سال دارم میبینم ایشون، کسی که از پشت سر حواسش به شما هست. اما ببینیم بالای سرتون کسی که انگار سقف شما نشسته، انگار شما متأهل باشین یا به کسی تعلق خاطر داشته باشین، کسی که هم حالا اگه از بیرون زندگیتون هم باشه، ولی همچنان داره تو زندگیتون سرک میکشه و داره ایجاد مزاحمت براتون میکنه. فعلا دارم خانم پشت به این آقای قدرتمند دارم میبینم، یا آقای که هیکل درشت و پری و میان سال داره دارم میبینم، ولی برگشتش رو دارم میبینم، چون نیم نگاهی که داره به پشت انجام میده، یعنی بر میگرده و ارتباطی که دوباره شکل میگیره یا توجهی به ایشون انجام میشه. اگر الان پشت به شما کرده، برگشتش رو دارم میبینم. خب از این طرف شما نگاه بکنی، یه ماهی درشت و بزرگ شما دمید، دنبش رو ببینید، ماهی، سر ماهی و مالی که مربوط میشه به فرزند، سر یه بچه، مالی که مربوط میشه به یک فرزند، حالا یه ارثه، یه میراثه، هر آنچه که هست، مالی که باید به یه بچه برسه، حالا دارن خلالی تو دادنش انجام میشه، کوتاهی تو دادن این پول انجام میشه، حالا این بچه به نوعی مشکلی که داره ایجاد میشه، ببینیم مشکل، روی مشکلی که این بچه نشسته، چشمش به این ماهی، یعنی پولی که باید به ایشون برسه، به فرزند شما برسه. خب از این طرف اولی ماهی رو کدر دارم میگم، میگم اینگار کسی که نمیخواد این پولو بده یا داره مشکلی ایجاد میشه تو پرداخت یا همچنین پولی که متعلق به فرزندی هستش. خب شخصی هم به زندگیتون داره ورود میکنه. خانمای نازنین دقت بکنی، علی‌رغم احترامی که برای خانم آقایون بزرگوار قائل هستم، ولی خب بعد بگم آقایی رو دارم میگم، آقای جوان قد و قامت کشیده، پوست روشن، موی تیره، کشیده، قد و قامت بلند، کسی که توی ارتباطش شما خیلی بی قرارشی، یعنی اصلا اینکه چشم انتظاری هست اینکه زودتر بیاد خواستگاریتون یا باش ارتباطی که زودتر با ایشون شکل بگیره. شخصیتیه که حضورش توی زندگی شما مخربه. کسی که ورود میکنه به زندگی شما، بیشتر وضعیت زندگیتون از اینی که هست خرابتر میکنه. خودت خانمی هستی که خانمی جوانی هستی که داری استقبال میکنی از حضور آقایی که موی تیره، پوست روشن، قد و قامت کشیده هستش، کسی که داره میاد یا برات مزاحم یا داره میاد حضورش باعث جنگ اعصاب توی ارتباطت میشه، یا به هر ترتیبی که هست حضور نبودنش بهتر از بودنشه. بچه توی ایجاد ارتباطتون دقتتون رو بیشتر بکنید لطفا. خب بریم برای ادامه ای. خب انشالله که فقط اخبار خوشش براتون رخ بده. بسم الله. خب باز مشکلاتی که دارم براتون میبینم دیگه، به هر طریقی که هست ببینید از هر سمتی داره خودشو میزنه بیرون، یعنی اصلا نمیشه هر جایی کارو میگیری از یه طرف مشکلی که داره میزنه بیرون، یعنی مثلا احساس آرامش نخواهیم کرد، تو هر حالت یه مشکلی که بالاخره سر در میاره. خب اما اینجا رو ببینیم چقدر قشنگ افتاده نقش این ماهی روشن سفید خوشگل رو ببینیم، چقدر زیبا قشنگ خوشگل افتاده، چشمش، سرش، دومش، ماهی سفید روشنی که دارم براتون میگم. پس به زودی یه مالی دستتون رو میگیره، پولی که به زودی به دست شما از آن خواهد رسید. توی فاله قهوه گلیایی بدون زمان خودتون قطعا بهتر میدونی، هیچ تاریخ و زمانی رو اعلام نمی کنیم و محدودیتی هیچ نداره و اینکه انشالله که تعابیر مختلف میکنیم برای افراد مختلف، چند تعبیر میکنیم، انشالله که فقط خوباش براتون رخ بده. خب ببینیم احساستون خیلی خوبه،
کنده نمیشه. عالی عالی عالی، همدیگر رو دوست دارین، برجور هم همدیگر رو دوست دارین، کسی به کسی، شخص به شخصی حس دارین، احساسی دارین که اون احساس متقابله و دقیقا ایشون هم شما رو به همین شدتی که شما دوست دارین دوست داره. خب اگه هم بیان نمی کنه قطعا دلائلی داره، اگه دوست دارین بپرسین که چرا پس بیان نمی کنه قطعا دلائلی داره، ولی حس متقابل دارم براتون توی یک ارتباط دارم میبینم. خب اما اینجا رو ببینیم، خب چند تا تیکه پول دارم میبینم که به دستتون میرسه، ولی پولای ریز ریزی که به دستتون میرسه کوچیک هست. شاید الان بگید که پولی نیستش که به درد بخوره یا به چشم بیاد، ولی پولیه که شاید کم باشه، ولی گره های کوچیک مالیتون رو برطرف میکنه، مشکلات مالی کوچولویی که دارین رو برطرف میکنه. خب توی محیط کارتون یا تو دایره زندگیتون شخص سر به هوا رو دارم میبینم، یعنی حالا آقا یا خانمی که اصلا سرش به زندگی نیست، سرش به امورات زندگی نیست، یا شخصی که اصلا توجهی به مسائل مشکلات پیرامونش نداره، سرش گرفته بالا و داره برای خودش حرکت میکنه، کاری به کاری هیچکی نداره. بی توجهی رو از جنبه مثبت نمیگم، کسی که به کسی کار نداره خب یعنی اینکه دخالت نمیکنه، نه، اصلا کلا این شخصیت بی توجهی به سر و حواس سرش تو کار خودشه و اصلا از دور و دور و بر خودش بی خبره، یا خودش رو زده به بی خبری. اینو میخوام بگم. یه پسنداز از اندوختتون مالی رو مجبور میشین که بردارین یا خودتون دارین بر میدارین، حالا بنا به هر دلیلی، ولی از اندوخته، از قلکتون پولی که داره برداشت میشه، حالا لازم دارین، مجبورین که یه هزینه بکنی و یه پسنداز کوچولویی هم اگه داشته باشین مجبور میشه که از این قلک پولی رو بردارین. خب از این طرف بسه اینجوری بهتون نشون میدم قشنگ‌تره. ببینید زیر یک سقف یا در براتون پیک زندگی دایره‌ای که دارم براتون میگم، حالا هر ارتباط هستش، دوستی هستش، ازدواج هستش، تعابیر مختلف می‌کنیم. هر آنچه که هست شخصی رو دارم ببینم که سرش انداخته پایین، خانمی که سرش رو گرفته بالا، خانمی که پوست روشن، موی تقریبا با تیره داشته باشین، آقایی که پشت به شما کرده، سرش رو انداخته پایین و توجهی به شما نمی‌کنه ظاهراً، اما دل ببینید از این ور داره به شما نگاه می‌کنه. خانمی که باهاش قهر کردی توی ارتباط، توی دوستی، توی رابطه، توی زندگی زناشویی، هر چه هستش، خانمی که الان دارم میگم حالا دیگه پشت به شما کرده، توجه به شما نمی‌کنه، اما آقایی که ظاهراً شما با ایشون قهر هستی، ولی زیر زیرکی داری بهش توجه می‌کنی، ارتباطتون رو قطع نمی‌کنی یا رابطتون قطع نمی‌شه، همدیگه رو دوست داری. شخصی که به دل زندگیتون پا میذاره برای اینکه قدمی براتون برداره، حالا پایی که داره گذشته میشه، یه پایی که دارم میبینم، یا داره کسی به زندگیتون ورود میکنه یا کسی میخواد براتون یه قدمی برداره. از این طرف خانمی رو دارم میبینم، چشمای درشت، موهای تیره، مشکلات خانوادگی داری، فرزندی که کنار دارم میبینم، مشکل مالی داری، توی دل زندگیت سقف کدر رو دارم میبینم، زیر یک سقف زندگی میکنی که از نظر مالی توان مالی خوبی نداری، فرزندی رو دارم برات میبینم که این فرزندی که وایساده چشم انتظار کاری براش انجام میدین یا هزینه باید براش انجام میدین، خانمی که الان فعلا دارم میرم پشت کردی به فرزند، درگیر مشکلات خانوادگی هستی، به واسطه مشکلات مالی درگیری، پول مشکل مالی داری، مشکلات خانوادگی داری، فرزندی هم که یک سره از شما پول طلب میکنه، فرزندی هم که اصلا توجهی به موضوع نداره، پول نیاز داره، حالا برای تحصیلشه، برای هر آنچه که هست نیازمند پوله، خانمی هم که مشکلات درگیر مشکلات خانوادگی و مالی هستی. خب ریشه دار شدن دو نفر رو دارم براتون میبینم، انشالله که خوشبخت و عاقبت به خیر بشین، تا ارتباطی که داره شکل میگیره، وصلتی که داره شکل میگیره، ازدواجی که دارم براتون میبینم. خب خانمی که دارم میبینم که یک مالی بهت رسیده ولی همچنان قانع نیستی، دنبال یه پول دیگه هم هستی که بهت برسه، یا مالیه که داره تقسیم قسمت قسمت داره بهت میرسه، تقسیم میشه داره بهت میرسه، یا ریز ریز داره بهت میرسه، هر چه که هست الان پشت دارم نمیم، یک گوزه ای رو صفت چسبیدی پشت خودت قایم کرد، خانمی که موی روشن قد آمد کشیدهی داری، موی خورمایی به سمت روشن دارم میبینم، یه مالی رو صفت چسبیدی، دنبال بقیه اون پول هستی، پولی که روشن افتاده به دستتون میرسه.
کبوتری که از دل خونتون داره خبر میبره، کبوتری که از تو خونتون، شخصی که از دل زندگیتون داره برای کسی خبر میبره، یا اخبار خونتون به واسطه کسی برده میشه، کسی که اخبار خونتون رو میبره، میبره بیرون میگه. خب یه راهی رو دارین تعیین میکنین، ببینید توی یک مسیر رو راهی دارین قدم برمیدارین، شنه راه و مسیری که پر پیچ و خم ولی روشن دارم میدن و تش به موفقیت میرسید. در یک مسیری قدم برداشتین، کاری، مالی، احساسی، اجتماعی، هر آنچه نیت شماست، توی یک مسیری ورود کردین، مسیر پر پیچ و خم دارم براتون میدن ولی تش به موفقیتی که میرسید، یعنی در نهایت نتیجه دلخواهتون نصیبتون میشه انشالله. خب از این طرف من براتون میبینم، پیرامون یک صف دیدار و ملاقات با یه آقای قدرتمندی دارین انجام میدین، آقا و خانمی رو دارم میبینم، با یه بزرگترتون دارین صحبت میکنین، پیرامون یک صف میتونه شکلی رابطه باشه برای ازدواج و ورود به یک صف روشن، یا اینکه خانم آقایی هستین که آقایی که موهای تیره داره، تقریبا جوانی، حالا صورت پوریو براشون دارم میبینم، خانمی که چشمایی درشتی داریم، پوست رو تقریبا گندمگون، موهای قهوه‌ای رنگ دارم براتون میبینم، آقایی که بینتون درستون ایستاده، البته که کنار خانم ایستاده، دارم با این آقا صحبت میکنن، پیرامون یک سقف روشن، شاید پیرامون ازدواج دارین صحبت میکنی، یا دارن راهنمایی و مشاورتون میکنن، یا دارن شخصی که سن و سالی ازشون گذشت، آقای موسینی که در کنار این خانم وایسادن، من دارم با روبروی این آقا دارم صحبت میکنم. خب چه کار دارین میکنین که دارین میختون رو میکوبین و میخوایین نتیجه نهایی رو بگیرین، یا دارین حرفتون رو به کرسی میشونین، یا دارین کاری انجام میدین که حرف شماست و باید این کار انجام بشه، این اتفاق باید رخ بده، یا باید حتما این کاری که من میگم انجام بده، کاری که دارین انجام میدین، دارین میختون رو میکوبین و محکم کاریای لازم رو دارین برای کاری انجام میدین، انشالله که نتیجه دلخواهتون هم نصیبتون میشه. آقایی رو دارم میبینم که آقایی که تقریبا موهای تیره ای رو دارم براشون میبینم، یعنی جلوی موهای نسبتا خلوتی دارین، شخصی که رو سرت نشسته و داره پرت میکنه، حرفایی داره برات میزنه که برات دردسر درست میکنه، خانمی که بهت پشت میکنه و شما دایره زندگی رو ترک میکنی، به واسطه پر کردن شخصی، آقایی که داره حرفهایی میزنه که باعث دلخوری شما میشه و مجبور میشه به واسطه حرفهایی که داره میزننشون دایره زندگیتون رو ترک بکنی، خانمی هم که از دستتون ناراحت، پوست روشن، موی تیره دارم میبینم، پشت بهتون کرده، شما دایره زندگی رو ترک میکنی، ارتباطی که قطع میشه به واسطه دخالت های آقایی تو این وسط. خب خانمی که دارم براتون میبینم، خانمی که خودت راه خودت رو برای رسیدن به شخصی سد کردی، خود خانمی رو دارم میبینم، خودت با دستای خودت راه رو برای خودت سد کردی، حالا چه حرکتی انجام دادی، چه قدمی برداشتی، چی کار کردی، خودت مانع درست کردی برای رسیدن آقایی که چشم انتظار دیدار شماست، ملاقاتی که میخواد به یک حالا انجام بشه، ارتباطی که میخواد بینتون شکل بگیره، کاری که میخواد بینتون انجام بشه، یا رسیدن به این آقاست، ولی خانمی که خودت با دستای خودت راه خودت رو بستی و فعلا بینتون دارم فاصله میبینم، یعنی من راهی که بینتون بسته شده، خانمی که خودت انجام دادی، ارگاری کردی، خودت کردی، حالا بد اخلاقی کردی، قدم توی یک مسیری گذاشتی که خوشایند این آقا نبوده، یا هر آنچه که خودتون بهتر میدونی. خب پای سفید خوشگلی که دارم براتون میبینم و قدمی که تو دل سیاهی داره کسی براتون برمیداره، در نهایت این که ناامید هستین، کسی که داره پای روشن مثبت، شخصیت مثبت و روشنی که داره براتون قدم برمیداره. از این طرف آقایی که دارم میبینم که خیلی روشن و مثبت، ولی مثل یه چاقوی که تو دست گرفته و با کسی دشمنی داره، دل میره به دل سیاهی. ببینین شخصیت مثبت و روشن آقای جوان، ببینین چاقوی که تو دست گرفته، یعنی یه بحث و مشاجره و درگیر و نزاعی که رخ خواهد داد و دل میره تو دل تاریکی، یعنی دل میره با تاریکی مبارزه بکنه، مثل سفیدی یا سیاهی، همچه حالتی. حالا این سیاهی میتونه یه شخصیت یه آدم باشه، میتونه هر چیزی باشه، کسی که داره میره باهاش مبارزه بکنه، چاقوی که به دست گرفته، یا شخصیتی که منفیه، یا شخصیتی که دیدره، شخصی که داره میره باهاش، یک سفیدی که داره میره با یه آدم یا شخصی یا اشخاص یا هر چه که هست باش تاریکی مقابله بکنه و روشن افتادی، موفقیتی که نصیب شما میشه انشالله. خب یه خونه روشن آروم بی دغدغه‌ای که دودکشی که روشن دارم براتون میبینم، خونه روشنی که توی زندگی که
افرادی هستین که حالا یه خانواده هستین، یه نفراتی هستین، زن و شوهری هستین، توی خونه ای دارین زندگی میکنین، بی دغدغه سرتون و تولاک خودتون کردین و با آرامش کنار همدیگه دارین زندگی میکنین. این مسیر یه قدم هم داریم ببینیم پیرامون راه قضایی، حالا یا شخصی که حالا مثل قاضی، مثل حاکم، مثل کلاهی که این حالت دارم میبینم، مسیر قانون، اینطوری قشنگ تره بگیم مسیر قانون، توی مسیر قانون داری قدم برمیداریم، راه هایی که براتون دارم میبینم باز میشه. ببینید توی یک مسیری که داریم میبین، هرچی هم هستش مسیر قانونی که داریم برمیداریم، شاید تا این میکوده ببینی کدری و مشکل داشته باشین یا به مشکلاتی بر بخوری یا موانعی براتون به وجود بیاد، اما یا شخصی که قدرتمنده یا راه قانونی که براتون درد سر درست بکنه، اما راه هایی که براتون باز میشه و هفت موفقیت که دارم براتون میبینم، انشالله که به موفقیت میرسین، یا تو مسیری که دینه قدر برمیداری به موفقیت میرسین. خانمی هم دارم ببینم که نظر نیازی کردی و داری میری که نظر تو ادا بکنی، پیرامون یک سقف، حالا پیرامون ورود برای سقف کاری نیاز که نظر نیاز کرده بودی، حاجتتو گرفتی، یا اینکه پیرامون یک ازدواج موفق، یا هر آن پیرامون یک سقف روشن دارم براتون میبینم که داری میری که نظرت رو ادا بکنی، انشالله که همه حاجت جواب بشه. انشالله خانمی که سرت انداختی پایین، خانمی که پوست روشن موی تیره داری، بالای سرت دارم یه سقف روشن دارم، اینم سقف سقف شدن تو دارم برات میگم، موری که رو سرت خورده، خانمی که گذشته دار هستی سرت انداختی پایین، رقم که ناراحت دارم میبینم، ببینیم سقف شما عوض میشه، از این سقف میرین بیرون، ورود به یک سقف جدید، انشالله خونه بختتونه، انشالله که خوشبخت و عاقبت بخیر بشین. کبوتری سفیدی که دارم براتون میبینم، کبوتر برای همه هست، انشالله که خبر خوشی به زودی به گوشتون میرسه. اگر منتظر یه زنگ، یه تماس، یک پیام، یک خبر از جایی هستین که چشم دوختین به این خبر، خبر کبوتر سفیدی که به زودی براتون خبر رو میاره، انشالله خبر روشن، خبر مثبت، خبری که خوشحالتون میکنه، انشالله. خب چند تا تیکه پول کوچیکی هم دارم میبینم که به دستتون میرسه، چند تا پول، شیش مبلغ پولی به عدد شش داره به دستتون میرسه، مبلغ پولی به عدد ریز ریز، حالا چند تا تیکه پول هم داره میرسه و یه عدد هفت هم داره به دستتون میرسه. خب یه شماره تماس هم دارم براتون میبینم، شماره تماسی که با ببینین صفر چهار صفر چهار هشت نه 0489 یه همچین شماره، حالا تلفن ثابت یا تلفن همراه، کسی که داره براتون توی یک مسیر قدم برمیداره و بهتون زنگ میزنه خبردار میشین، حالا یا خودتون دارین برای کسی قدمی برمیدارین یا کسی براتون داره قدمی برمیداره، هر قدمی هم هست خوشحالتون میکنه، خبر خوبی میخواد بهتون بده پیرامون اون قدمی که داره براتون برداشته میشه. ورود آقایی رو به سقف کاری دارم براتون میبینم، چشم دوختی، منتظر ورود به یک صف هستی، صفی که انگار نصف نیمه، منتظر خبر هستی، یا جایی که هنوز بلا تکلیفی، بلا تکلیف ورود به یک صف هستی، ولی چشم دوختی آقایی که جوان دارم میبینم، چشم دوختی به یک صف روشن، ورود به یک صف کاری رو عرض میکنم چون پول توش افتاده، میخوای ورود به یک صف بکنی، چشم دوختی منتظر خبر از جایی هستی برای اینکه انگار خبردارت بکنم برای ورود به اونجا و میری به اونجا، ورودت به اونجا رو دارم ببینم، روشن روشن سقف بسیار روشن، انشالله تغییر شغل میخوای بدی، ورود به بازار کار هستش، افزایش مال هست، هر آنچه که هست از این حالت میری بیرون و وارد بازار کار میشی، به امید خدا. خب خانم که لباس عروس بتن کردی، حالا مثل کلاهی، مثل حالا شالی، یه چیزی روی سرت انداختی، میبینید چقدر قشنگ زیبا سفید عروس خانم، آقا دامادی که ببینی هیکل درشت و پری داری و محو این خانومه، عروس خانومی یه موهای روشن دارم برات میبینم، مثالت دو رنگ، یه پوشش روی سرت انداختی و دست گل به دست و آقای جوانی هیکل درشت و پری که اصلا محو شماست، انشالله خوشبخت بشی. خب یه تیکه طلا داری میخرین، یه تیکه البته طلا نیست، گوشواره است، گوشواره است. ببینیم
گوشواره، خب حالا شاید بعضی به تعبیره مثلا میگن خب گوشواره مثلا یه تیک طلایی برای محرمیت، نه من گوشواره رو اینو میگم که تعبیری که میکنم این هستش که انگار دیگه تصمیم گرفته شده که حرفایی که بهمون زده میشه رو گوش بکنیم. حالا افرادی هستیم که شاید خودم هم قاطیتون میکنم، یعنی همه افرادی رو میگم که شاید واقعا حرف هیچ زده میشه ولی گوش نمیکنیم یا اصلا توجهی به حرفایی که میگن نمیکنیم، گوش شنوایی نداریم. ولی گوشواره که روی گوش افتاده یعنی دیگه وقتش شده که بشنوین چی دارن بهتون میگن، متوجه بشین به حرفایی که بهتون زده میشه. خب و قلب سفید روشنی که دارم براتون میبینم و قلبی که خوشگل روشن دارم ببینم، ببینیم یه شادی قلبیه، یه شادی احساسی، یه چیزی که شما رو قلبا شاد میکنه. من یه قلب خوشگل دارم براتون. حالا میتونه این قلب رو ما به هر چیزی تعبیر کنیم چون فال کلی هستش، پس میتونه تو مسیر دلی قدم میذاریم باعث شادیتون بشه، ورود به بازار کارتون باشه، ازدواجتون باشه، چشم انتظاری خبری هستین که به گوشتون میرسه باش قلبا شادتون میکنه، پیرامون یک سفری نظر نیازی که هر دیو میخواین دلتون میخواد به یک سفری برین که با رضایت خاطر میخواین به اونجا برین و شادتون میکنه، هر آنچه نیت شماست، تحصیلی شادتون میکنه، سفر شادتون میکنه، قلبی که شاد میشه انشالله. ورود آقای مثبت و روشنی رو دارم به دل زندگیتون میبینم. آقایی که تقریبا میاسن تو دل یک زندگی که کلن قطع امید از زندگی هستین. حالا یک دایره سیاه دارم میبینم. انگار اصلا وسط دل سیاهی نوری که داره به زندگیتون میتابه. آقایی که داره میاسن ورود میکنه به زندگیتون و وسط این سیاهی شما را از این سیاهی رهایی میده. حالا افرادی هستین که تنها هستین، افرادی هستین که غمگین هستین، افرادی هستین که اصلا وسقراق مشکلات هستین یا هر آنچه که هست، آقایی رو دارم میبینم مثبت تقریبا میاسار سفید و روشن داره ورود میکنه، شما را از این کدلی رهایی میده، خلاصی میکنه، داره به دلتون نفوذ میکنه، به زندگیتون ورود میکنه. خب مشکلات که دارم براتون میبینم، مشکلات البته که یه مشکل قانونی هم داره براتون دوباره به وجود میاد، مواظب باشین. درگیری یه راه قانون و دعوا و نزاع و درگیری دارم براتون میبینم، ممکنه یه مشکل قانونی براتون به وجود بیاد، مواظب باشین، انشالله که بلا ازتون دور باشه. خب بازم دارم براتون میبینم خانمی که داره کفش رو ببینین، یه خانمی که داره از یه زندگی میره بیرون، یعنی خروج خانمی که از زندگی دارم میبینم، انشالله که ازدواج هستش و ورود به بازار کار، و آقایی که داره به یک زندگی ورود میکنه و بینتون به اتکانه که به هوا داره میده، یعنی رویایی که براتون برآورده میشه برای همه، هم خانم ها و هم آقایون. ببینین مثلا بین یه پای مردونه که داره میاد، یعنی خواستگاری که داره میاد، آقایی که داره میره، خانمی که داره میره، برای جفتتون موفقیت دارم میرم، به آرزوتون میرسین، آرزویی که داریم برآورده میشه انشالله. خب یک گره رو سر یه خانم جوان دارم میبینم، یک گره افتاده، گره که ببینیم به واسطه خود خانم دارم میبینم که ماهی هم زیر پاد افتاده. ببینین آقایی که پشت سر میذاره یک کاتی و یک جدایی، یک قطع زندگی روی یک قطع ارتباط دارم براتون میدم، آقایی رو که پشت سر میگذارین، اما گرهی هم که بالای سرتون دارم میدم، گرهی روشن یاد دارم میدم، گرهی که الان درگیر یک سری مشکلات هستین یا یک سری مسائلی که براتون به وجود اومده، ولی با پشت کردن به این آقا هم به آرامش مالی میرسین. خانمی که دارین گریه میکنین، عشق دارین میزین یا غمگین هستین، آقای به آقایی که پشت کردین یه ارتباطی که قطع شده و ولی مالی که به دستتون میرسه یا پولی که داره به دستتون میرسه از این قطع ارتباط، چه ارتباطیه، چه محرمیتی بوده، شاید الان گرفت و گیرم دارین، اشکم دارین میرسین، دارین جدا میشین، ولی ماهی که زیر پاتون افتاده و مالی که به دستتون میرسه. خب سیاهی رو شما تماشا بکنی، کدری رو تماشا بکنی، قشنگ سیاهی که دارم براتون دارم میبینم. خب اینجا هم که یه چشم گنده مردمه که چشمش هم که شما دارین میبینین، یعنی چشمی که انگار تو دل زندگیه، یعنی چشمی که نمیخواد کسی آرامش داشته باشه، نمیخواد کسی آب خوش از گردش پایین بره، چشمی که چشم دوخته به شما و کار شما، به زندگی شما، به ارتباط شما، بر آنچه که شما دارین و نمیخواد که شما رو ببینه. یعنی اما اینو بکنین، توجه به این چشما نکنین، شما زندگی مثبت خودتون انجام بدین. سیاهی رو دارین میبینین،
ماه خوشگل روشنی رو ببینین توش روشنه. ماه کجا میتابه؟ تو دل شب میتابه. چه کار میکنه؟ روشن میکنه. پس در ناامیدی روشنایی که برای شما رو خواهد داد. یعنی اگر تو یک مسیری دارین میرین، کاری رو انجام بدین، قطع امید از هر چیزی کردین، برای من امکان پذیر نیست یا برای من نمیشه، ببینید وسط سیاهی و ناامیدی ماه درخشانی که داره برای شما روشن میتابه. پس موفقیتی که نصیبتون میشه انشاءالله پیرامون نتیجه یا اون نیت شما. خب آقای جوانی که توی یک مسیر رفتی به واسطه یه. حالا اشتباهی که خودت کردی، دروغی که خودت گفتی، راه مسیر غلطی که رفتی به در بسته خوردی، یک مسیر اشتباهی، مسیر نادرست، یک مسیری که اشتباه بوده، غلط بوده، مسیر رو غلط رفتی، اشتباه رفتی، خورده به در بسته. شخصی که پشت سر در میاد به حمایت شما رو دستتو میگیره و از این کدلی میکشتت بیرون، یعنی راه بهت نشون میده. حالا این شخصی که دارم میبینم، ایشون دارم میبینم که پوست روشن، موی تیره، چشمایی درشتی داره، ولی اصلا قابل تشخیص نیست. خانم یا آقا، دستی که دراز کرده داره میگیره میکشتت کنار، یعنی از یک مسیر غلطی که داره ممکنه توی مسیری که داره میری به در بسته بخوری یا خوردی، داره نجاتت میده، کمکت میکنه از اینجا خلاص بشی، یا کمکت میکنه به این دیوار بسته نخوری. و خانمی که خیلی کدر و ناراحت دارم میبینم، حالا خانمی که آقایی رو دارم میبینم، پیرامون یه سقفی خیلی ناراحت و غمگین دارم میبینم، چون کلن سیاه دارم میبینم، چون ولی یه سقف روشنی که داریم میبینیم و راهی که برای این سقف داریم میریم، غمگین و ناراحت داریم میریم، اینطوری میتونیم تعبیرش بکنیم. شاید پیرامون یه راه و مسیری دارین طی میکنیم برای یک سختی، ولی با ناراحتی دارین مسیر رو میرین، یا ملک قرار رو بهتون برسه، خونه قرار رو بهتون برسه، سقف روشنی قرار صاحب یک سختی بشین، ولی شاید به واسطه شاید یه ارثی میراثی یا دور از جون کسی فوت میکنه و این به شما میرسه، چون شما سیاه پوش هستین و سقفی که روشن داره براتون میدن، یعنی به واسطه یک کدری یا یک ناراحتی مالی که نصیب شما میشه یا صاحب یه سقف میشه، یا بعد از یک قاطی، جدایی یا بیوه شدن، یا همسرتون از دست دادن، حالا خانمی آقایی که همسرتون از دست میدین، ورود به یک سقف و یک مالی که نصیبت میشه، ازدواج با یک شخص پولدار. تعابیر مختلف. خب کبوتری که داره براتون پر میزنه، به زودی یه خبری به گوشتون میرسه که البته که این کبوتر خیلی خوشگل نمیبینم، خودتون هم دارین میبینین، داره بال میزنه بهتون، کبوتری که براتون خبر داره میاره، کبوتری که خبر از یه خبر این ناآرامی، کبوتری که خیلی شادتون نمیکنه، اخباری به گوشتون میرسه که خیلی شادتون نمیکنه، همین دم دستم هست، به زودی اخباری متاثر کننده میشنوین که به همتون میرسه، اخباری که ناراحتتون میکنه به همتون میرسه. چند تا سفرم دارم براتون میبینم، یه سفری که به در بسته میخوره، یعنی اصلا انگار راهی یک سفری میخواییم بشه ولی نمیشه، شدنی نیست، امکان پذیر نیست، ولی یه سفر دیگه هم دارم براتون میبینم که دارین دایره زندگی رو ترک میکنین، راهی یک سفری دارین میشین که سفری که براتون نتیجه میده، روشن افتاده بغلتون، پس رو مسیر و راهی که داره میرین موفقیت آمیزه، قطعا هم راه و مسیر طولانی در پیش دارین. حالا این سفر یه شهر یا یه کشور، در یک جایی میخواییم بریم، ولی راهی که برای تو موفقیت میزه، ولی یکی از سفرهایی که میخواییم بریم اینگار همون ابتدا به ساکن اصلا به در بسته میخوریم، جور نمیشه، شرایطش مهیا نمیشه که بریم. هم یه مهر جدایی هم دارم براتون میبینم، ولی به شما ربطی نداره، انگار خبر جدایی شخصیش به گوشتون میرسه که حالا متوجه میشین دیگه، خبر جدایی شخصی به گوشتون میرسه، قطع ارتباط شخصی، ولی این جدایی، مهر جدایی. و خب آقایی که به آقای جوانی که به دل زندگیتون نفوذ پیدا کرد، آقای جوانی که دارم براتون میبینم، ولی پشتش کیسه ای رو قایم کرده، یه سر مار هم پشت سرش دارم ببینم، ببینید حواستون جمع بکنید، کسی که به زندگیتون ورود کرده، آقای جوانی که داره به زندگیتون ورود کرده، کسی که میخواد باهاتون ارتباط برقرار کنه، کسی که میخواد باهاتون رابطه برقرار کنه، یا چشمش به پول شما داره، یا اینکه یه ادابتی باهاتون داره، اگرم مال شما نباشه و خودش آدم پولداری باشه، کیسه که تو بغلش هستش خودش آدم دستش به دهنش برسه باشه، ولی یه ادابتی با شما داره، یه دشمنی با شما داره،
یا چشم مال شما داره و داره میاد که نقشه داره برای اینکه پول شما رو به دست بیاره. تو زندگیتون هم ورود کرده، به دل زندگیتون ورود کرده. خب یه دیدار و ملاقات هم دارم ببینم، آقایی که صورت پر و درشت رو دارم ببینم، خانم جوانی، خانمی که پوست روشن، موهایی که تیره دارم ببینم، البته هم حالت جمع کرده و در این حالی که جمع کرده مثل یه قلب کدره. یه دلخوری بین یه خانم آقا دارم ببینم که داری با هم دیگه صحبت میکنی، البته نینی دراز این آقا رو ببینی، دلخوریتون به واسطه دروغ این آقا بوده یا یه چیزی ازتون قایم کرده، چیزی رو میدونسته که باید به شما میگفته و از شما قایم کرده به شما نگفته، ولی وقتی متوجه میشین بینتون دارم میرم یه دلخوری کدری که بینتون و ارتباطی که دوباره شکل به رابطه ای که شکل میده. خانمی که قلبش شکسته، دلش شکسته، پیرامونه چیزی رو که این آقا باید بهش، آقایی که رقم میاسه، صورت پولیو دارم براشون میبینم، چیزی رو باید بهشون میگفته ولی نگفته، ازش قایم کرده و دلخوری که به وجود اومده. حالا آقایی که پشت سرش خانم و فرزند دارم میبینم، متأهلین، پیرامون هر آنچه که باید میگفتین رو قایم کردین و دیگه چیزی نمیبینم. و یه هفته موفقیت هم دارم میبینم، و البته یه هفته موفقیتی که دارم براتون میبینم، دارین توی یک مسیر قدم برمیدارین، قدم های روشن 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 دارم براتون میبینم، یعنی انگار توی مسیری قدم برداشتین، ولی قدم های روشنی که هی ریز ریز برمیداری یا محتاطانه برمیدارین که به موفقیت برسین و میرسین، چون هم نقطه نقطه یا خط خطایی که دارم براتون میگم روشنه، هم هفته تو موفقیت رو میزه. پس قدم هایی دارین خیلی متفکرانه، خیلی هوشمندانه دارین در مسیری روشن قدم برمیدارین که براتون تو هم با موفقیته. و دیگه یه پره پروازم دارم براتون میبینم، اگه قصد مهاجرت دارین راهی که براتون انشالله باز میشه، راه پروازی که اگر بسته بوده انشالله براتون باز میشه. خب چند تا دیگه پولی پشت سر یه خانم دارم میبینم، خانم یه آقایی که بینی نسبتا درشت و پولی دارم براشون میبینم، موهای تقریبا بلندی دارم براشون میبینم، حالا آقایی که موهای نسبتا بلندی داره یا خانمی که موهای نسبتا بلندی داره، چند تا پولی که پشت سرت داره همینجوری داره به سمتت میاد، ریز ریز داره به سمتت میاد، پولایی که به دستت میرسه. خب یه راه احساسی هم که داره به ازدواج تبدیل میشه، یک ازدواج قشنگ قرار گرفتن زیر یک سقف دارم براتون میگم. پیرامون یه راه احساسی، حالا یه خواستگاری بودی که به علاقمند شدی با هم دیگه به ازدواج که سر گرفته، یا با هم دوست بودی منتهی شده به یک ازدواج. خب یه قرارداد تجاری هم داریم میبندین، امضایی که داره رخ میده، قراردادی که داره بسته میشه و حالا هرچی هستش که امضای کاری، امضا مهری که خورده میشه، پیرامون یه قرارداد کاریه، قرارداد جایی دارین استخدام میشین، هرچی که هست. خب این اینجا وسط اینم براتون یه تمساح دارم براتون میگم، خودتون میتونید چشمشو ببینید، حالت دهنشو ببینید چجور افتاده، سر یه تمساح دارم براتون میگم روشن افتاده، یعنی کسی که باهاتون دشمنی داره ولی دشمن خونگی شماست، کسی که تو دل زندگی شماست، حالا دوست شما هستش که خبر ندارین یا میدونین هر چه که هست، یا همکار شما هستن و یا هر چه که هست، از اعضای خانواده شما، از خویشاوندان نزدیک شما، از همکاران شما، کسی هستش که با شما یه عداوت یه دشمنی داره و خودی هم هست، غریبه نیست، خودی دنبال بیگانه نگردین. خب اینم از این کیسه پولی هم که اینجا دارم براتون میگم، کیسه ای که خالیه، انشالله که به زودی این کیسه براتون پر میشه، مالی به دستتون میرسه و از این تنگنا و مضیقه مالی انشالله رهایی پیدا میکنین، الهی آمین. خب انشالله که بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، انشالله که به مراد دلتون برسیم و با آرزوی بهترین ها برای شما، چون مثل همیشه میگم شما لایق بهترین ها هستین، با اتون خدافزی میکنم تا دیداری بعد. خدا نگهدار، فالکده آرزو.